جای خورشید فوزیلوف در کنار پیوندانش خالی است. 3 ماه پیش او را بازداشت کردند. همسر خورشید فوزیلوف به سوالهای فرزندانش پاسخی عمیق ندارد، به خصوص به سوالهای آذرخش که همگی 3 سال دارد. زندگی مشکل فرزندانم میکوبم پدرشان را. من نمیتونم چی جواب دیم. اینهاش کلان کمتر میفهمن، اینش نمیفهمن. هر شب گریه دارد پدرم کنین. بدیم چی به نمی بیان دادیم، کجا رفته که سوال میدید، من نمیدونم چی جواب دیم. هر شب به آبی چشم خوب میکنم. آیله خورشید فوزیلوف در حوله مرکزی آب و هواشناسی پنجکن زندگی میکنند. آنها خانه شخصی ندارند. نبودش در شهر به همگان معلوم است. برادر خورشید فوزیلوف در آخرین مرافعه خبرنگار شرکت کرده است. میگوید اتهام اساسی برادرش این بود. سالهایی که همین سامانه که اخبار کام میگویم و قول میرزای سلیمپور بوده است، فعالیت غیر قانونی داشته است و از جانب سویدی اولی ممنوع بوده است. تا ممنوع بودن همین سامانه تا از جانب سویدی اولی من کردن همین سامانه همکاری داشتم میگویم. یعنی که همچون جورنالیست، همچون روزنامه نگار با روزنامه نگار دیگر دقلقه بوده است. خیلی بعد از فهمانده داده شدن، بعد از بازپرسی کردن، بعد از اونه که از جانب مقامات های قدرتی به فهمانیدند که سامانه ممنوع است، فعالیتش رو ادامه نداده است. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2020 سامانه اخبارکام را ممنوع اعلان کرد. مؤسس این سامانه مرزوی سلیمپور آن وقت قرار دادگاه را عمل غیرقانونی و حمله روی راست به آزادی مطبوعات گفته بود. مقامات چند سال پیش خورشید فوزیلوف را از همکاران سامانه مستقل اخبار نامبر کرده بودند. در قرار دادگاه شهر پنجکن آمده است خورشید فوزیلوف از مؤسس سامانه اخبارکام مبلغ گرفته است. خود روزنامه‌نگار گفته است بعدی ممنوع شدن این سامانه در تاجیکستان همکاری را قطع کرده بود. در مغافه سوده عیدار کننده دولتی میگوید که از تمام منطقه های کشور معلومات جمع کرده، گویا که با همین سامانه ها پهن میکرده است. لیکن آخی به فکر من وقتی که یک کس را عیدار میکنند دلیل در کار است. آخی از تمام مناطق کشور این یکم مفهوم ندارد، یکم منطق ندارد. اینجا زیرا همگان می دانند پیوسته در شهر پنجکین بود، اون دیگر مرغوب و اشکاشیم و خطلان و بدخشان و حصار و وحدت و اون کلوب و شهر خوجند و فرض کردیم استرفشن و اون دیگر مناطق کشور من هیچ همین مفهوم رو درک نکردم که چی مزمون دولا. من گفتم تو او چی بکلو نکرده گیت کلا بمیگیری. عزیزه نعمان و 3 ماه است که میانی دوشنبه و خوجند سرسان است. او به دادستانی، کمیته امنیت و دستگاه پریزیدنت بارها مکتوب نوشته میخواهد بیگناهی پسرش را اثبات کند. هفته گذشته رئیس کمیته امنیت مادر خورشید فوزیلوف را قبول کرده است. عزیزه نعمانه و میگوید پسرش در زیر شکنجه به گناهی ناکرده اعتراف کرده است. آوای گفتوش برای که من این گناه به کلا گیرم فشار آوردن. گفتوش البته گفتوش که اگر من این گناه کلا با نمیگرفتم من نصف آدم میشدم. گفت گپی زدگیش همین شو شکنجه بوده که همیخی گفتگی به فکرم وی آخی. در یک سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. انتقاد و طلبی سازمانهای حامی حقوق برای رهایی خبرنگاران تا این دم نتیجه دلخواه نداده است. در این منزل هنوز امید را از دست ندادند و باور دارند که خورشید فوزیلوف همین حالو از در می دراید. پرونده روزنامه‌نگار به دادگاه ولایت سغد رفته است. اکنون این دادگاه تصمیم می گیرد که با حکم فوزیلوف چیکار کند. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی پنجکند.